عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای نمی باشد. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، همچنین هموطنان عزیز ما که در ایران هستید. عزیزان، با برنامه دعا و گواهی در خدمت شما عزیزان هستیم. این دومین برنامه هستش. سعی و تلاشمون این هستش که با شما در ارتباط باشیم. پس از همین الان میتونید این شماره تلفن ها رو یادداشت بفرمایید. پایین صفحه شبکه امید جاودان نیز حتما گذاشته خواهد شد. 818 716 4 تا 0، 818 716 4 تا 0، و یا 818 699 1615، که سعی میکنیم شماره تلفن رو بیشتر کنیم که شما عزیزان رو داشته باشیم. گروه دعا در خدمت شما عزیزان هستش. ما در طول میشه گفت 11 سال هستش که به خوبی در کلیسای پرستان مسیح در طول هفته مدتی در جمعه ها بودش و الان مدت زیادی هستش که هر سه شنبه از ساعت 6 صبح تا ساعت 9 صبح در خدمت شما عزیزان هستیم و دعا میکنیم برای ایران و ایرانیان. ثمره اون خب این بوده که خیلی از عزیزان مطابق فیض خداوند دعاهاشون اجابت شده، خیلی قلبشون لمس شده و به مسیح ایمان آوردن و گواهی های بسیاری داریم. تشویقتون میکنم توی این برنامه میتونید تماس بگیرید، نسبت به موضوع دعا بگید که براتون دعا کنیم. تا اونجا که فرصت بشه خودم برای شما دعا میکنم. در غیر این صورت میتونن عزیزانی که در استدیو هستن، گروه دعا هستن، برای شما دعا کنن. و اگر گواهی دارید، اصطلاحا اکثر شبکه‌های مسیحی اعلام کلمه شهادت رو استفاده میکنن، ما نمیخوایم از کلمه شهادت استفاده کنیم، چرا که برای خیلی ها این باز نیستش، مکشوف نیستش. گواهی کلمه ای هست که خود کتاب مقدس اعلام میکنه. آن عمل نیک خدا، اون معجزه خداوند هست، اون برکتی است که عیسی مسیح در زندگی ایمانداران ایجاد میکنه، ما اون رو میگیم گواهی. پس تشویقتون میکنم لطفا با ما باشید. تلفن های ما اینجا باز هستش. من گاهی به تلفن ها نگاه میکنم، اگر ببینم عزیزانی هستن که میخوان تماس بگیرن در خدمتتون باشیم. لطف کنید آدرس فرکانس شبکه امید جاودان رو به دیگر دوستانتون بدید لطفا، تا عزیزان بتونن با ما در تماس باشن و از برنامه های این شبکه امید جاودان سعی و تلاش داره که برنامه هاش متناسب و خوب برای تمام افراد یک خانواده باشه. حتی عزیزانی شاید در یک خانواده هستن که اینها هنوز مسیح ایمان نیاوردن، مسلما تکرار برنامه های مسیحی شاید بر اونها جالب نباشه، هرچند برای یک ایماندار خیلی جالب هست. پس ما فیلم های سینمایی داریم که این فیلم سینمایی برای ایمانداران، برای کسایی که هنوز این باور رو ندارن. ما برای جوانان برنامه های خاص اونها رو داریم، برای کودکان نیز برنامه 1-2-3 رو داریم، از روبن عزیزم هست. برنامه جامعه شناسی داریم، همچنین برنامه سیاسی خواهیم داشت. درباره ایران صحبت میکنیم، 100% درباره ایران صحبت میکنیم، چون نمیتونیم مسیحی باشیم و نسبت به همسایه خودمون بی تفاوت باشیم. و اگر کسی این قسمت سوال داره، من در خدمتشون هستم، چرا که به اشتباه خیلی از کشیش ها، خیلی از شبانان متاسفانه تحمیل نظام اسلامی رو تعلیم دادن و این یه اشتباه بزرگ بوده که این عزیزان کردن، که ایمان دارن با فیض خداوند از این تحمیلی که شدن پاک میشه ذهنشون، دیگه این تحمیل رو تعلیم ندن، بلکه بدونیم که وقتی ما به مسیح ایمان آوردیم، عشق چهارگانه در ما عمل میکنه. عشق من با خدا، عشق من به خودم، عشق من به خانواده و عشق من به خلق خدا. هرگز نمیخوام بگم مسیحی ها باید سیاسی فکر کنن، اما این رو بدونیم در کشور ایران، جامعه ایران، جمهوری اسلامی، هر کس که مخالف ایدئولوژیش هست، مخالف تز کاری و برنامه ریزیش هست، اون رو یه شخص سیاسی میدونه، حتی اگر ورزشکار باشه، حتی اگر هنرمند باشه، حتی اگر توی موقعیت‌های بیزینسی و هر موقعیتی باشه. جمهوری اسلامی مانند حکومت‌های کمونیستی اینا فکر میکنن، میگن باید همه افکارتون و تصمیماتتون اونی باشه که ما میگیم.
پس شما در هر صورت سیاسی خواهی شد از دیدگاه جمهوری اسلامی. ولی کار ما امروز این نیستش، بیشتر از این نمیخوام صحبت کنم، این هست که برای تو هموطن عزیزم دعا کنم. دعا کنم نسبت به نیازهای زندگیت و آنچه را که در قلبت هست، مشکلی هست، سختی هستش، با دعای من متحد شو. برای تو دعا کنم، برای آزادی ایران هم دعا خواهیم کردش. و اگر گواهی هست عزیزان، اگر میتوانید، میتونید با شماره تلفن‌هایی که عرض کردم 818 716 4 تا 0، این شماره فعلا بیشتر دم دست هست که ما بتونیم پاسخگو باشیم. و این لحظه هموطن عزیزم در هر کجی که هستی لطفا با دعای من متحد شید. هللویا ای خدای قدوس، پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم بابت محبتت، بابتی که کلام تو اعلام میکنه که تو ذاتت محبت است و تو جهان رو با عشق آفریدی. خداوند ایمان دارم که در این دعای خداوند تو با آنچه که اعلام کردی، هرگاه دو یا سه نفر در نام عیسی مسیح هر آنچه که بخواهند تو با آنان خواهی داد. اینک از تو میطلبم مطابق فیضت، هموطنان عزیزی که در این برنامه حتی در تکرار این برنامه با دعای من متحد هستند، تو ای خداوند به مصلحت‌های دلشون اونها رو اجابت کن و همچنین سرزمین عزیز ما ایران را ای خداوند از این همه ظلم و ستم، فقر و فساد ای خدای قدوس و جهل و بیخردی تو رهایی بده. و چون همه اینها را در نام عیسی مسیح طلبیدیم، با ایمان دریافت میکنیم، با ایمان دریافت کن. بازم خواهش میکنم هموطنان، لطف کنید شماره تلفن ما رو، آدرس فرکانس شبکه امید جاودان رو لطفاً به دوستانتون بدید. و اگر براتون مقدور هست توی این برچسب هایی که روی دیوار میشه چسبون و حتی روی کتاب میچسبونن، اونها رو لطفاً بنویسید و این دست همکاری رو ما بدید و بتونید در توی جامعه اونو پخش کنید. هر کجا که صلاح میدونید لطفاً پخش کنید تا دیگران از این شبکه آگاه بشن. و باشه که این شبکه مطابق آنچه که اسمش هست، امید جاودان، این امید جاودان را به تک تک خانه های ایرانی ها بیاره. همچنین خواهشمند هستم عزیزانی که مایل هستن، ما احتیاج به 300 نفر، 301 نفر هم نه، 300 نفر خدمت من، خدمت نوع خدمت من، خدمت جد اون هستش. برای همین در برابر بت الله هم ایستادیم. الله رو خدا نمیدونیم، یهوه خدای زنده هست. ما هستیم که اعلام پادشاهی خدا رو در قلب ایرانی ها کنیم. آمده ایم تا اعلام سلطنت یهوه خدا رو در قلب ایرانی ها بکنیم. پس این نوع خدمت جدونی باید روش همونم باشه. احتیاج به 300 نفر داریم که از روزی حداقل $1 که ماهش میشه $30 دست یاری بدید به این شبکه. اگر براتون مقدور هست لطفاً بیشتر این کار رو انجام بدید، اما اگر درآمدتون کم هست حداقل با روزی $1 ماهی $30 به این شبکه دست یاری بدید. فکر و ذهن ما این هستش که از ایران کمک نگیریم. میدونیم که مردم ایران توی مشکلات و سختی ها هستن، اما با تماس هایی که هموطنان ما گرفتن در این روزها و اعلام کردن ما به عنوان اون 300 نفر هستیم و شما چرا میگید ما نباید کمک کنیم، خب در صدد این هستیم که به نوعی بتونیم عزیزانی که خودشون رو به عنوان 300 نفر میدونن دست یاری اونها رو پس نزنیم. پس بنابراین کمک مالی خواهیم کرد، اما بازم اولویت رو میخواهیم بدیم به نیازمندانی که در ایران هستن، کسانی که نیاز دارن، تا بتونیم اون نیازمندان رو دستگیری کرده باشیم. عزیزان اگر مایل هستید این کمکاتون رو، کسایی که توی اروپا، استرالیا، آمریکا و همچنین کانادا هستید، می توانید به سایت ما مراجعه کنید، pwoc.church pwoc.church. اگر برید اونجا صفحه رو به شما نشون میده که برای این کمک مالی هست که شما میخواید روی ویزا یا روی کردیت کمک بکنید. پس تشویقتون میکنم لطفاً اونجا میتونید هدایاتون رو بدید. در انتهای سال حتماً برای شما برگه‌ای خواهد آمد، گذشته تشکر، که برای کارهای مالیاتی و تکستون هم میتونه مفید باشه. و اگر عزیزانی هستن که میخوان چکشون رو ارسال کنن، میتونن به آدرس کلیسا که حتما در طول برنامه زیر شبکه خواهید دید ارسال کنید چک خودتون رو. بعد چکتون هم به نام PWOC PWOC بله آدرس هست 7475 فالبروک اونیا ویست هیلز کالیفرنیا که زیپ کدش هست 91307.
پس تشویقت میکنم هموطن خوبم، هموطن عزیزم، اگر میخواهید دست یاری بدید به این شبکه، لطفاً با ما در این قسمت همراه باشید. از اتاق فرمان سپاسگزار هستم از آقای یاسر عزیزم و خواهش میکنم یاسر عزیزم برن به سلیقه خودشون سرود رو داشته باشیم. تلفن من همینطور زنگ شما نمیشنوید، افراد بسیار زنگ زدن، حتما با شما تماس خواهیم گرفت که گواهی شما رو بشنویم و گروه دعام در خدمت شما هست برای دعا کردن. بکی که میبینید پشت سر من دقیقا این صحنه کلیسای پرسان مسیح هستش و آقای یاسر عزیز زحمت کشیدن که این تصویر رو ما داشته باشیم، که شما اون حس رو داشته باشید که ما ادامه دعایی رو که در کلیسا داریم اینجا خواهیم داشت عزیزان. پس خواهش کنم غافل نشید از این برکتی خدا مهیا کرده تا برای شما خوبان در دعا باشیم. میریم برمیگردیم، لطفاً با ما باشید. خدا محبت است، مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است. اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور، شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا، ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا، تحقیر جوانان کشور، بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا، سرکوب دگر باورمندان، اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی، بستن کلیساهای فارسی زبان، حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است. بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت است. با سپاس از این که با ما هستید عزیزان، این برنامه برنامه دعا و گواهی هستش و هدف ما این هستش که بتونیم ادامه دعای خودمون رو که از کلیسا داریم، از ساعت 6 صبح من و روبن عزیز و خادمین در کلیسا، با امید خدا استادیوم بزرگتر بشه، اون دیگه بستگی به شما داره، دست یاری ما بدید و به عنوان اون 300 نفر باشیم، استادیو بزرگتر بگیریم. روبن عزیز رو کنار خودم داشته باشم، هرچند الان روبن جان در استادیو هستن که برای شما دعا بکنن و در این خدمت هستن، اما بتونیم با یه استادیو بزرگتر شما صحنه کلیسا رو کاملا داشته باشید. سپاسگزار هستم از هموطن عزیزی خواهری به نام رود که روی خط اومدن و میخوان براشون، البته قبلا ما دعا کردیم، الان تماس گرفتن برای گواهی آنچه که خداوند در زندگیشون انجام داده. درود میفرستم خدمت شما خواهر رود عزیز. درود فراوان به کشیش رسول عزیز و تمام خواهر برادرای عزیزم در کلیسای پرستندگان مسیح. عزیزید در خدمتون هستیم. خواهر عزیز، من میدونم که شما از کجا زنگ میزنید، احتیاج نیست اسم شهر رو بگید، فقط اسم اون کشور رو بگید، شما از کجا زنگ میزنید؟ من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. مرسی، بفهم. امشب میخواستم شهادت هم رو بدم. خواهش کنم. از این که عیسی مسیح منو شفا دادن. آمین. و بچه های کلیسای پرستندگان مسیح از خواهر برادرای عزیزم همه به خاطر من دعا کردن و روزه گرفتن. من حقیقتا سرطان، یعنی دکترا به من گفتن که سرطان روده بزرگ دارم و یک هفته درگیر این مسئله بودم، اندسکوپی، کولونوسکوپی، سی تی اسکن،
هر نوع چیزی که بگین من انجام دادم. بله. و اینا تایید کردن از این نظر که من 100% سرطان روده بزرگ گرفتم. و اومدن به من گفتن که باید آخرین مرحله رو بری و یه سونوگرافی رنگی ازت انجام بشه که اگر دیگه چیز بود باید بریم برای عمل. و من سونوگرافی رو انجام دادم و قرار بود سونوگرافی فقط از رودهای من انجام بشه، چون قبلا 5 تا تومور توی روده من دیده بودن و این تومور از همین تومورا داده بودن پاتولوژی که ثابت شده بود. و بعد از اینکه من سونوگرافی رنگی کردم هیچ چیزی تو روده من نبود و مجبور شدن که اینا از کبد از همه بدن من غیر از روده هام سونوگرافی کردن. و هللویا، یعنی دکترای کمیسیون مونده بودن خدای و خودشون با زبون خودشون گفتن این معجزه هست. آمین که معجزه دیدیم. هللویا هللویا شکر. من همه اینا رو از دعای شما، دعای خواهربرادرای عزیزم در کلیسای پرستندگان مسیح، از عیسی مسیح، از خدای خودم، از یهوه، از همه دارم. هاللویا هاللویا خدا رو شکر. خدا رو شکر برای کارهای عجیب خداوند. و میدونم که خواهرم شما خیلی سختی کشیدید، میدونم که در طول این زمانی که بیمارستان بودید خب عزیزان با شما در تماس بودن، خود من در خدمتتون بودم و دعا میکنیم، ولی من ایمان خوب شما را هم شاهد بودم. یعنی زمانی که با شما صحبت میکردم و میگفتم خواهر روت عزیز مطمئن باش خداوند شما رو شفا بده، شما با قدرت میگفتید من ایمان دارم. ممنون میشم از این احساستونم بگید، چرا که هموطنان ما بدونن وقتی ما دعا میکنیم ایمان شما خیلی مهم است. وعده خدا پابرجاست، ما دعا خواهیم کرد ولی ایمان تو هموطن عزیزم چقدر مهمه که تماس بگیری با ایمان. و خواهر روت عزیز از اون ایماندارانی بود که تو این مشکلات ما رو رها نکرد. بفهم معجزه‌ای که من دیدم معجزه دومی بود که من از یهوه، از عیسی مسیح، از خدای خودم دیدم. اولین معجزه‌م پسرمه که الان 4 سالشه و به خاطر همین من اسمش رو اسم مقدس حضرت مسیح گذاشتم. هللویا خدا رو شکر. خدا رو شکر برای خداوندمون. خدا رو شکر. بله خدا رو شکر. ما ایمان داریم که فیض و رحمت خداوند پیوسته با ما خواهد بود و نه تنها به یک معجزه، به دو معجزه. کلام خداوند در انجیل متی 28:20 اعلام میکنه من تو را هرگز رها نمی کنم. و هموطن عزیزم این رو بدونیم که خداوند ایرانی ها رو در زمان تولد مسیح راهی اورشلیم کرد تا نجات دهنده رو ببینن. و این بود که در 2000 سال پیش در اصل مسیح آمد و به توسط روح القدس ایرانی ها، مات ها و پات ها رو و اعلام میکنه ایلامی ها رو ملاقات کرد و اونها به مسیح ایمان آوردن در اورشلیم روز پنتیکاست و برگشتن به کشور ایران. پس خدا با ایران و ایرانیان کار بزرگی داره. سپاس از تماس شما خواهر عزیزم. اگر مطلبی نیست شما رو به دستان پرفیض مسیح میسپارم. نه فقط از تمام خواهر برادرای ایماندارم که دارن تصویر رو نگاه میکنن که خارج از ایران یا داخل ایران هستن فقط دعا کنن که زودتر ما مثل بقیه تمام خواهر برادر ایماندارمون نجات پیدا کنیم. آمین. و زودتر ما بتونیم به اون چیزی که حقمونه برسیم. آمین 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 که چنین خواهد شد. آمین. حق ما آزادی و نجات هست. سپاسگزارم. 100% شما رو به دستان مسیح میسپارم. فیض خدا با شما. محبت کردیم عزیز. خدا حافظ شما. عزیزان به خاطر اینکه هنوز ما اون سیستم رو روی میز نخواهیم داشت فعلا تا اطلاع ثانوی، برای همین مقدار سخت است. خیلی از دوستانم الان دوباره تماس گرفتید، تماس بگیرید، اما نمیتونم جوابگوی همه باشم. اما
با شماره تلفن دیگه غیر از 818-716-4-0 818-699-16-15 میتوانید تماس بگیرید و گروه دعا در خدمت شما عزیزان هستن. سعی میکنم بازم تلفن‌های شما رو بگیرم در این چند دقیقه که با هم هستیم. اما قسمتی از کلام خدا رو من در ابتدا براتون خوندم که از مزمور 32 هست. بازم میخوام اشاره بکنم تا تلفنی داشته باشیم و یا بریم برگردیم سرودی با هم داشته باشیم. در مزمور 32 که در اصل یک قصیده هستش که از داوود پادشاه اعلام میشه، اعلام میکنه خوشا به حال کسی که عصیان او، یعنی سرکشی او، یعنی فرار او از یک قانون درست، از سلامتی، از اینکه خود محور داره میشه. میگه خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید. مستور در از پوششه، در از کفاره هستش. اما چرا نویسنده این گونه اعلام میکنه که خوشا به حال کسی که عصیان او، حالا بیایم توی بلوک گناه بگیم اون سرکشی چه کار کرد؟ اون سرکشی انسان رو از هدف اصلی که خدا داشت، و هدف اصلی این بود که خدا در نظر داشت انسان رو به شباهت خودش رشد بده، و انسان در باغ عدن میدونیم که با اون سرکشی، یعنی عهد شکنی، نیز وارد یک موقعیتی شد که در اون آرامش نداشت، در اون امنیت نداشت، در اون ترس بود، در اون نگرانی بود. پس عصیان، پس گناه برای شخص متاسفانه میدونیم که ناآرامی میاره، افکار پریشان میاره، ترس میاره. همون گونه که آدم و حوا زمانی که خداوند اونها رو صدا میکنه، اونها پنهان میشن و قایم میشن و خداوند میگه برای چی پنهان شدید؟ میگه ترسیدید. اصلا کلمه واژه ترس رو تا اون موقع اونها نمیدانستن. ترس زمانی اومد که گناه اومد. گناه یعنی نزدن به هدف، هدف یعنی شکل خدا شدن. و نویسنده اینجا میگه حقیقتا خوش به حال کسی که عصیان او، گناه او آمرزیده شده و گناه وی مستور گردید، یعنی پوشش میگیره، یعنی وجود فکر و دل و احساس اون رو میگیره. امروز دیگه نگران این نخواهد بود که اشتباه کرده، گناه کرده. برای همین هستش که امروز ما شاهد هستیم که خدا رو شکر علم روانشناسی هم به جایگاهی رسیده که میگه وقتی تو اشتباه میکنی، اگر میخوایی به آرامش برسی، پوزش بخوا. و حتی این رو میآموزه، گذشته از کلام خداوند، امروز علم روانشناسی به این نتیجه رسیده، هرچند دیر، اما خب دیر رسیدیم به این علم، اما به این نتیجه رسیده که والدین چقدر زیباست که در برابر بچه ها زمانی که اشتباه میکنن از هم عذرخواهی کنن، که بچه ها بیاموزن و بدونن همه اشتباه میکنن، ما هم اشتباه میکنیم، و خدا این رو به خوبی میدونه. برای همین کلمه توبه رو قرار داده که ما توبه کنیم و از اون حس سرزنش آزاد بشیم، از اون احساس بد آزاد بشیم. چرا که تا زمانی که ما در وجودمون یک سرزنش حاکم هست، حس بد حاکم هست، اقتدار جایی نداره، خلاقیت جایی نداره. پس خداوند میخواد که ما از این احساسهای بد آزاد بشیم. و باز یه بار دیگه میخونم که میگه خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید، خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد، یعنی مقصر نباشه، یعنی از نگاه خدا اون تو جایگاه درست هدف خلقت قرار گرفته. هموطن عزیزم، نه اینکه خدا یک موجود خشمین و بداخلاقی هست که اسلام معمولا از میشتمی هم معلمین اسلامی یه چوب تو دستشه و میگه دست قطع کن، پا قطع کن، سر قطع کن، خیر. بلکه خدا با عشقش، با محبتش میخواد به انسان بیاموزه که انسان تا زمانی که خودت رو به اسارت گناه کرده میبینی، وجدان تو مدام داره تو رو سرزنش میکنه، به تو آسیب میزنه. از این رو هستش که کلام خدا میگه خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی، خطایی که او رو دور کرده از خدا. خدا از ما هرگز دور نمیشه، ما هستیم که از خدا دور میشیم، ما هستیم که زمانی که در مسیر هدف درست نیستیم از خدا دور میشیم. مانند این هستش که شما یک مقصدی رو در نظر میگیرید، یه شهری رو، و شهری به نام بی
میخواید به سمت اون برید، ولی وقتی که جاده رو اشتباه میرید، آیا جاده از شما داره فرار میکنه یا شما دارید فرار میکنید؟ مسلما اون کسی که اشتباه کرده داره دور میشه از اون هدف. ما از هدف اصلی دور شدیم. هدف اصلی این بود که خدا انسان رو مطابق کتاب پیدایش 1:26-28 اعلام میکنه خدا انسان رو شکل خدا آفرید و به او قدرت و توانایی و اقتدار داد که بر آسمان و زمین حتی اعماق دریا بتونه حاکم باشه، سلطنت کنه. ولی امروز شاهد هستیم که یک پشه مالاریا به راحتی یک انسان رو میکشه. پس اون قدرت و اون قوت امروز در ما نیست، چون از هدف اصلی که شکل خدا بودن بود ما متاسفانه دور شدیم. پس نویسنده به راحتی میتونه این رو بگه: خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای نمی باشد. چرا میگه روح او؟ انسان دارای روح انسانی هستش، روح حیات هست، اما روحی که خدا در نظر داشت که انسان داشته باشه و در این مسیر به شباهت او بشه، روح خود خدا بود، روح یهوه بود، روح عیسی مسیح بود و اون روح القدس هست که انسانی که به مسیح ایمان می آورد به توسط روح القدس میتونه به شباهت خدا بشه و دارای اقتدار و قدرت و قوت بشه. از این رو هستش که امثالی مانند من که معلمین کتاب مقدس و شبان هستیم، ما با اقتدار میستیم و برای یک مریض سرطانی که دکترها جواب کردن درست، جواب اونها درست بوده از نظر علمی، وکیلها جواب کردن از نظر قانونی درست بوده، اما ما با اقتدار دعا میکنیم. چرا که پزشک پزشکان ما که یهوه رافا خدای شفا دهنده هستش و وکیل همه وکیلای عادل بر روی زمین خداوند ما عیسی مسیح هست، ما مطمئن هستیم که او جواب رد نمیده، اون معجزه میکنه. اون معجزه چیزی هست که ما درک نمیکنیم، از محبت خدا میاد. پولس رسول در نامه اول قرنتیان 13:13 اعلام میکنه ایمان به عیسی مسیح که ثمرش امید زنده است و این امید محبت رو میده، معجزه میکنه. همونطور که خواهرمون روت نیز تماس گرفتن، ایمان به مسیح داشت، این امید رو گرفت و خدا در این امید برکت سلامتی رو به او داد و امروز به تو میخواد بده. هموطن عزیزم، خواهش میکنم، کلام خداوند نیز اعلام میکنه بیایید ببینید بچشید خدا نیکوست. در نام عیسی مسیح دعا کن، حتی در جایی که پنهان هست، نمیخواد به کسی بگی. میگی من پاسدارم، اون میگه من آخوندم، اون میگه آخه بابا ما خیلی مسلمون متعصب هستیم. خدا به دل تو نگاه میکنه. ایرانی ها خدا دوستن، مسلمان نیستن. ما مسلمان زاده بودیم، تو خدا دوستی، برای یک بارم شده از عیسی مسیح بخواه و از او حقیقت رو بطلب. حقیقت تو هموطن عزیزم رو آزاد میکنه. از اتاق فرما خواهش میکنم بریم با هم دیگه سرودی رو یا به سلیقه ایشون مطلبی رو داشته باشیم. باز من میبینم شماره تلفن‌هایی که تماس گرفتن، بتونم با یک عزیز دیگه نسبت به موضوع دعاشون و یا گواهی ایشون رو بشنویم، چرا که میدونیم گواهی ها باعث برکت میشه. هموطنان، این کتاب مقدسی که شما دارید، حالا تفسیری هستش، هرچی، انتهای اونو 5-6 تا برگ اضافه بذارید، بچسبونید. گواهی ایمان تو در انتهای کتاب مقدس بنویس و گاهی به اون سر بزن و خدا رو شکر کن، از خدا تشکر کن و خدا تو رو برکت خواهد دادش. بریم برمیگردیم، با ما باشید. گرامی و همکیشان عزیز، این جانب کشیش رسول حیدری با هدایت خدا مطابق کتاب هفتم باب هفتم آیه 7 در کتاب داوران اشاره به 300 سرباز وفادار به خدا که در کنار جدعون نبی می باشند الهام گرفته تا برای گسترش خدمات بشارتی و همچنین همدردی برای مردم ایران در چنین شرایط سخت ضرورت می دانیم تا تلویزیون امید جاودان را روی ماهواره پخش نماییم. از این جهت نیاز به 300
عضو نسبت به این رویا را داریم تا با کمک مالی خود ماهانه از $30 به بالا دست یاری به این شبکه را بدهند. در صورت تمایل لطفاً با شماره تلفن 818-716-4-0 تماس حاصل فرمایید. با سپاس. با سپاس از هموطنان عزیز که تا این وقت با ما بودید. همان گونه که عرض کردم این برنامه اسمش هستش دعا و گواهی. ما دعا میکنیم مسیح شما رو شفا میده، مصلحت‌های دل شما رو اجابت میکنه و شما تماس میگیرید، گواهی میدید. شما تماس میگیرید، ما دعا میکنیم، تماس میگیرید، گواهی میدید تا نام مسیح رو جلال بدیم. این خدمتی است که ما 11 سال در کلیسای پرستندگان مسیح از ساعت 6 صبح تا 9 صبح برای ایران و ایرانیان نیز داشتیم. درود میفرستم خدمت هموطن عزیزم، در خدمت شما هستم خواهر گرامی. درود بر شما کشیش رسول. درود بر شما. میتونم اسمی از شما داشته باشم؟ بله، مینا هستم، مزاحمتون میشم. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. بفرمایید. خواهش میکنم مطلبت. اولا درود بر شما، تشکر از زحمات شما که این همه برای همه دعا میکنید و دعاتون هم میگیره. یعنی خدا شکر، مرسی. همینطور که برای من دعا کردید خواهش. و دعاتون در مورد من اجرا شد. خدا شکر برای خدا بنده. در مورد شما دیدم که برای من دعا کردید و برآورده شد. جلال در نام مسیح. آمین. در نام مسیح. آمین. 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 من یادم میاد که مراجعه کردم خدمت شما و گفتم که یک هفته من و دخترم دعا گریه میکردیم سر یه مسئله و خیلی مشکل داشتیم و این مشکل اصلا حل شدنی نبود. دیگه ما کلافه شده بودیم و من اومدم خدمتتون و شما برای من دعا کردید. من دقیقا یادم هستش که 4 صبح رو بین خواب رویا، البته تازه ایمان آورده بودم، بین خواب رویا مسیح جلال به نامش که جهان هستی از اوست، آمین، حقیقتا بر من و دخترم ظاهر شد. دست من و دخترم رو گرفت و به من گفتش که چرا اینقدر ناراحت هستی؟ اصلا من دست شماها رو گرفتم و برای اولین بار من مسیح رو دیدم و منو لمس کرد، من و دخترم رو. البته ابتدای ایمانم بودش. بعد به فاصله 2 ساعت، یعنی دقیقا من 4 این خواب رو در رویا بیداری بودم، این خواب رو دیدم و ساعت 6 بود درست که این مشکل من حل شد. هللویا، خدا شکر. آمین. جهان هستی از اوست. آمین. و تشکر از شما که این همه برای من دعا کرده، که چون دعای شما اصلا رد خور نداره. خدا را شکر برای مسیح. خدا یعنی شکر. من چندین مورد از شما اون وعده های مسیحه که رد خور نداره. جلال در نام مسیح هستش، جهان هستی از اوست و هموطنان ما میتونن با توکل به اون تمام مسئلهشون رو حل بکنن. آمین. و جلال در نام اوست. آمین. آمین. سپاسم مهر شما. ممنون از تماستون. شما رو به دستان مسیح میسپارم. سپاسگزار هستم که تماس گرفتید. فیض خدا باشه. تشکر. عزیزت خدا باشه. با سپاس از خواهر عزیزمون مینا و تک تک شما هموطنان عزیز، تشویقتون میکنم هموطنان عزیز، ما هر هفته سه شنبه به وقت لس آنجلس از ساعت 9:30 سعی میکنیم برنامه شون کنیم، چون من از کلیسا باید بیام بلا فاصله استدیو، سعی میکنیم 9:30 برنامه رو شروع کنیم. نهایتا دیگه از 9:30 ما دعا رو خواهیم داشت تا بتونیم یه سروپی یا یک ساعت اگر بشه در خدمت شما عزیزان باشیم. حتما سیستم تلفن ها رو مجهزتر خواهیم کرد برای تماس شما. اما خواهش میکنم شما عزیزان لطف کنید آدرس فرکانس ما رو که روی شبکه امید جاودان پخش خواهد شد به دوستان خودتون بدید و همچنین شماره تلفن‌های ما را 818 699 16 و 15 و 818
716 4 تا 0 رو به دوستان خودتون بدید که با ما در تماس باشن برای دعا، برای اگر سوالی هست خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم. اگر انجیل میخواید، کتاب مقدس میخواید، براتون هدیه خواهیم کرد و خواهیم فرستاد. و اگر گواهی دارید خوشحال میشیم از گواهی های شما هم ما هم دیگر بینندگان برکت بگیرن. عزیزانی که مایل هستید به ما دست یاری بدید از این مالی، ما احتیاج به 300 نفر داریم، همون 300 نفری که در کتاب داوران باب 7 آیه کتاب هفتم باب 7 آیه هفتم میگه. این در اصل رویایی هست که خدا به من داده در طول سالها و این خدمت رو دارم انجام میدم. احتیاج به 300 نفر داریم که به ما بتونن کمک مالی بکنن. از روزی 1 دلار ماهی 30 دلار میشه و اگر درآمدتون بهتر هست لطف کنید بیشتر بدید. سعی میکنیم این خدمتمون رو وسیع‌تر کنیم تا ایران و ایرانیان در مسیر نجات و رستگاری بیشتر از گذشته قرار بگیرن. با سپاس از اتاق فرمان، از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش همه شما ایرانیان رو برکت بده در نام عیسی مسیح، آمین. اسم میگم سردار سپاه ما عیسی، او خدای لشکر، جنگ از آن خدا.